سرزم، یادگار از تمدنی کهن تاجیکان. سرزم گهواره و خواستگاهی خلق و ملتی تاجیک بوده. اولین عنصرهای آیین روزگارداری، فرهنگ شهرنشینی، ساختار دولتداری، تشکل کسب و هنر، عرف و تعامل و مناسبت‌های تجارتی و دیپلماتی محض در این یادمان تاریخی بشریت ارزی هستی نموده، به هر رنگ و صورت تکامل یافته است. کشف و کارکرد آهن و میس، برنجی و نقره و طلا و انواع دیگر معدن در این مرکز تمدن تاجیکان شهادت از آن می‌دهد که ساکنان این گوشه قدیمی عالم بهترین معدن گدازان، زرگران، آهنگران، سنگ تراشان، کلالگران، نجاران و معماران و مهندسان بودند. در علم‌های باستان‌شناسی و تاریخ‌شناسی، فرهنگ جامعه انسانی را از روی اعتقاد نسبت به معجزه‌های طبیعت، آفتاب، آب و آتش و زمین با دوره‌ها جدا می‌کنند. جامعه را به پرستش آتش و دیگر را به آب و زمین نسبت می‌دهند. در رفت حفریات شهرک سرزم تا سال 1990 31 آتشگاه پیدا گردید. آنها اساساً در مابین خانه‌ها و تالارها گوناگون حجم ساخته شدند. از این رو معلوم می‌گردد که مقدس پنداشتن نور و روشنایی که اصل دین‌های منبعده جهانی می‌باشد، از سرزم قدیم منشأ می‌گیرد. در سرزم کشف شدن خاکدان ابدی کدبانو یا ملیکه و آثار زینت و آرایش او از مرجان و شده های نقرگی و طلایی، شبه ها از سنگ های لاجورد و فیروزه، لعل و عقیق دلالت می نماید که در این شهر زنان مقام والا داشتند و فرهنگ مناسبت و معاشرت نیک و عادلانه بین طبقات جامعه حکمران بوده است. باعث سربلندی خلق و ملت تاجیک است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 سپتامبر سال 2001 این یادگاری همچون مرکزی تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان، ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم اعلان گردیده، 31 ایول سال 2010 در سسیه 34 یونسکو که در دولت برزیلیا برگزار گردید، با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان آن به فهرست میراث جهانی فرهنگی وارد گردید. پیشوای محبوب ملت 26 دکبر سال 2018 در پیام نوبتی خود به مجلس عالی مملکت چنین تاکید داشتند: ما تصمیم گرفتیم که سال 2020
جشن یکی از یادگاری های باستانی کشورمان شهری قدیمه سرز را دارید. این چه را بینید؟ امکان میدید که ما مدنیت بیش از 5500 ساله از جانب دایره های علمی جهان اعتراف شده خود را و جهانیان به طور شایسته معرفی سازیم. این همه از تشبوس های سازنده و آموزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد.